قیمت طلا در پایان نیمه اول سال 2023 اگرچه با رشد 0.2% همراه بود، اما هفته گذشته کف قیمتی 1900 دلار را هم دید. چه چیزی در انتظار بازار طلاست؟ آیا ممکن شاهد ریزش‌های سنگین باشیم؟ بهزاد بهمن‌نژاد توضیح میده. خب بازار طلا دو فصل متفاوت رو در سال 2023 تجربه کرد، در حالی که در واقع در ماه‌های میانی نیمه اول سال تونسته بود بیش از 2000 دلار و بازده بیش از 12% برسه، می‌بینیم که در پایان فصل دوم به سطوح 1920 دلار رسیده و البته در هفته گذشته این نوسان بسیار محدود و حدود منفی 0.1% بود. چه اتفاقی افتاد که در واقع قیمت طلا تا 1900 دلار که یه حمایت مهمه برگشته؟ به این برمیگردیم، اما قبل از اون بریم ببینیم که برای کوتاه مدت پیش بینی که راجع به طلا وجود داره چیه. نظر سنجی هفتگی کیتکو همونطور که میبینید دوباره کارشناسا دو دسته مساوی شدن، در واقع از 21 شرکت کننده 8 نفر سعودی و 8 نفر نزولی رو پیش بینی کردن. معمولا تو این شرایط بازار یه ذره گیج هست و هفته پیش هم همین وضعیت بود. اما نکته مهمتر اینه که معامله گرها که همیشه خوشبینیشون بیشتر بود، این بار در واقع 44%شون پیش بینی نزولی کردن برای این هفته طلا. بنابراین طلا که حالها به 1900 دلار که از بعد تکنیکال بسیار حمایت مهمی نزدیک شده در معرض خطره، و اگر به گفته بعضی از تکنیکالیست ها که میگن هر رشدی فقط فرصت شناسایی سوده و اونجا تو قیمت های بالاتر فروش اتفاق خواهد افتاد و بعد از اون اگر 1900 دلار بشکنه کف بعدی 1850 دلاره و اونجا سطح مهمی به لحاظ تکنیکاله و خیلی از اوردرهای فروش الگوریتمی ممکنه که فعال بشه. اما از نظر بنیادی چه اتفاقی داره میفته؟ مهمترین عامل فشار اینه که اقتصادهای بزرگ دنیا، اقتصادهای توسعه یافته همچنان دارن تاکید میکنن که آقا هدف ما تورم 2%ه. این در حالی که فاصله زیادی هست، یعنی با اینکه تورم مهار شده اما همچنان سطوح هولوش 4%، و این سیگنال افزایش نرخ بهره شدیداً به زیان طلا هستش. و همطور که میبینید برای نرخ بهره در نشست جولای فدرال رزرو 87% پیشبینی بازار این هستش که افزایش اتفاق میفته، و خود این نشون میده که همچنان نگرانی برای داشتن یه دارایی مثل طلا که هیچ بهره‌ای بهش تعلق نمیگیره وجود داره. اما اون چیزی که شاید طلا رو کمک میکنه این شورش واگنرها بود که بار دیگه یادآوری کرد به دنیا که ریسک‌های ژئوپلیتیک از بین نرفته و این یه تقاضای در واقع اونهایی که در واقع به پناهگاه هجوم میبرن و ایجاد کرد. اما آمار اقتصادی مهم این هفته، خب شامخ رو دوشنبه داریم، شامخ آلمان، بریتانیا و آمریکا، صورت جلسه یا مینتس نشست پیشین فدرال رزرو چهارشنبه هست، اما مهمترین آمار احتمالاً آمار اشتغال آمریکا باشه که روز جمعه میاد و یک کم فضای اقتصادی رو بیشتر مشخص میکنه تا ببینیم طلا چه وضعی رو خواهد داشت. اما در یادمون باشه که 1900 دلار سطح بسیار بسیار مهمی برای طلا خواهد بود.